سلام دوستان عزیز، بینندگان و شنوندگان عزیزی که در این برنامه همراه ما هستین. از استودیوی تورنتو خدمتتون هستیم در ایام زیبای نوروزی، ایام بهاری که احتمالاً شما عزیزانی که در وطن به سر میبرین خیلی به این ایام بهاری براتون سرسبزتره. ما که از تورنتو هستیم، البته ما دلمون سبز و گرم همراه شما هست، ولی شهرمون آنچنان سبز هنوز نشده، ولی ما هنوزم شکرگزاریم و خوشحالیم که شانس این رو داریم به منازل سبز و گرم شما بیایم. و دوستان عزیزی که در جاهای جای جای دنیا همراه ما هستین، به شما خوش آمد میگیم، خوشحالیم که در منزل شما باز هست و ما شانس داریم به دیدن عید شما بیاییم. دوستان خوب ما هم در شهر تورنتو این لطف رو به ما داشتن که به استودیوی ما بیان عید دیدنی و همراه ما باشن و ما ازشون بتونیم عیدی بگیریم. امسال هر کس به استودیوی ما آمد، ما اولین کاری که کردیم گفتیم که نکنه اینا آخر وقتی بخوان از استودیو برن یادشون بره به ما عیدی بدن. ما هم اول که گفتن سلام گفتیم عیدی چی برامون آوردین، سریع عیدی ازشون گرفتیم و همه هم انقدر پرمهر و محبت و خوشبختانه دست و دل باز که به همه بچه های استودیو امسال عیدی دادن. یکی از دوستانی که هر ساله ما شانس این رو داریم، افتخار این رو داریم در خدمتشون باشیم و اسپانسر برنامه های نوروزی ما هستن، به قول معروف این دیگه این دوست عزیز ما که اگر برنامه ها رو هر سال دنبال کنین با چهره زیباشون آشنا هستین و اگر هم برای اولین باری که باشون آشنا میشین، یکی از دوستانی هستن که معروفه در شهر تورنتو. من اغلب در برنامه ها اشاره کردم دوستانی که در برنامه های نوروزی تصویر ایران تشریف میارن کسانی هستن که حقیقتا نیاز به تبلیغ ندارن. سالیان سال هست که چهره های حقیقی و واقعی و معتبر شهر تورنتو هستن، در رشته های مختلف کار میکنن و شناخته شده هستن و ما هم افتخار این رو داریم وقتی پای نوروز میاد وسط، این عزیزان با عشق با محبت میان و دست ما رو میفشارن و خوشحالن که با ما به منازل شما عزیزان در سراسر دنیا بیان به عید دیدنی. یکی از این دوستان خانم رعنا کاظمی هستن از بانک اسکوشیا و بسیار بسیار یونیک هستن در کار خودشون، با تجربه سالها مدید که حالا راجبش صحبت میکنیم، سالها طولانی که من افتخار دوستی و همکاریشون رو دارم و امروز هم که به استودیو آمدن با دست پر آمدن و وقتی صحبت از بانک میشه خب دیگه صحبت از پول و دیگه عیدی گرفتن از این بانکرا خیلی خیلی دوست داشتنیه. بریم سراغ ایشون، بهشون خوش آمد بگیم و ببینیم که از وضع بانکی اینجا چه خبر، از بازاری که انقدر ازش صحبت میشه که داغه، اصل پول در دست این بانکاست، ببینیم که ایشون چه خبرهایی برامون دارن. خانم کاظمی عزیز عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدین به استودیو. سلام خانم احمدی، بازم خیلی ممنون از دعوتتون. ممنون، سال نوتون مبارک باشه پیشا پیش. به شما مبارک. و من بازم افتخار دارم که در کنار شما و تمام ممنون. عزیزان، تمام کسانی که توی تورنتو هستن، خارج از تورنتو هستن، هموطنان خوبم، این افتخار رو دارم که هر سال از دور حداقل این سعادت رو داشته باشم که بهتون تبریک عید رو بگم، بهتون سلام کنم، براتون آرزوی تندرستی کنم از صمیم قلب. خیلی خوش آمدید. من هر سال که شانس دارم شما رو ببینم به هر حال انقدر ذوق میکنم، به دلیل اینکه یکی از کسانی هستین که جزو خانم های موفق شهر، جزو خانم های آرام و بی‌سر و صدای شهر، کار وامش رو درست انجام میده، هر کی بهش زنگ بزنه جوابش رو درست میگیره و زمانی هم که قرار باشه شما با بانک به هر حال بانک قرمز اسکوشیا که مثل این مبارک ما که قرمز بله. میپوشه، نمیدونین این چیکار میکرد که ایدی بگیره، طرفدار اسکوشیاست و برای تنها برنامه‌ای که اومده نشسته برای برنامه خانم کاظمیه به دلیل اینکه میدونه تنها کسی که تونسته ازش عیدی بگیره ایشونه. هر سال عیدی رو گرفته ازش. به هر حال یکی از کسانی که واقعا باعث افتخار در شهر تورنتو. بریم به سراغ امسال برنامه‌های نوروزی. مثل هر سال میدونم جزو اونایی هستی که خیلی نوروز رو پاس می‌داری و این خیلی قشنگه. نوروز یه سنتیه
که ما تونستیم خوشبختانه با خودمون همراه بیاریم و تونستیم اینجا ثابتش کنیم و تونستیم اینجا محافظتش کنیم و چهار دستی بچسبیمش. برای من زیباترین سنت منه، من عاشق اینم که عید بیاد با اینکه شهر ما سرد و سفیده، ولی میدونیم که بالاخره سبز میشه و خیلی هم قشنگ سبز میشه. و من افتخارم اینه که روز عید کنار شما دوستی. کنار هموطنان عزیزم بشینم و سلام نوروزی رو بهشون بگم. مرسی از این که منو دارین در سفرتون، مرسی از این که با من بودین هر سال و امیدوارم که بازم با من باشین و من لیاقت اینو داشته باشم که بتونم کمکتون کنم و در شادی شما که قشنگترین یکی از شادیهای زندگی خریدن خون است و از این که من همراه این شادی با شما هستم از صمیم قلب اصلا احساس شادی میکنم. وقتی به من میگن توی کار چی رو دوست داری، میگم اون لحظه ای که من به مشتری میگم که مورگیج اپروف شده، این بهترین ساتیسفکشنه برای من. و من برای دوباره الان من 23 سال بازکشو بنک کار میکنم، 14 سال کار. واقعا میخواستم بگم بالای 20 سال جرئت نمیکردم. بگین کی باور میکنه بالای 20 شو جرئت نمیکردم. 23 سال شد. 23 ساله از بازکشو بنک کار میکنم، 14 ساله فقط کار مورگیج انجام میدم و برای 14th سال نمبر 8 توی تورنتو هستم، در سراسر تورنتو و تاپ 20 اوور کانادا، توی کانادا. و این دو دلیل داره، یکی خدا به من کمک میکنه که بتونم و همراه شما باشم و یکی شما هستین که به من این افتخار رو میدین، به من این فرصت رو میدین که بتونم همراه شما در خریدن خونتون بهتون کمک کنم. و من اینجا هستم که به غیر از سلام نوروزی از همه شما تشکر کنم. لطف دارید. خب حالا به صحبت از وام شد، به من بگو ببینم وام الان راحته سخته چجوریه؟ ولی سختی و راحتی نمیشه بگی وام سخته وام راحته. بانک ها همه دوست دارن وام بدن. بانک روی وام و دیپازیت میچرخه. ولی خب به هر حالت و پروگرام ها زیاد هستن، بانک ها الان سعی میکنن که اسکوشیا خاص خودشو داره، ولی به هر حالت ما پروگرامی داریم که تقریبا همه رو سرو میکنه. از لانگ از به قول معروف بتونن کوالیفای کنیم مشتری رو، از خدا میخوایم که به شما وام بدیم. بالاخره تجربه 23 سالت یک جاهایی میتونه برای هموطنان عزیز حرف اول رو بزنیم. همیشه ما میگیم که ما سکند اپینین هستیم، اگر فرست نباشیم سکندیم، به ما تماس بگیرین و ادوایز رو بگیرین. اگر حتی نتونیم کمکتون کنیم، میتونیم بهتون ادوایز بدیم و این ادوایز رایگانه. و باور کنین از افرادی مثل ایشون که حقیقتاً وجدان کاری دارن و برای جامعهشون ارزش قائلن، برای خودشون، برای کارشون، برای لایسنسشون. کسی که 23 سال در یک بانک و به هر حال با یک اعتبار خاصی داره کار میکنه، اهمیت میده به حرفی که به مردم میزنه و این خیلی قشنگه، خیلی قیمت داره. حداقل راهنمایی درست بگیرین که اطلاعات درست، قیمتش خیلی بالاست، به گونه قیمت نداره. مرسی. چون انقدر بالاست. گفتی از تماس، گفتی بهترین شماره‌ای که بشه با تماس گرفت چیه؟ شماره بیزینس من 416-828-6791. دوستان عزیز شنونده هم که همزمان میشنون بتونن، بینندگان معمولا فرصت دیدن رو از روی صفحه تلویزیون دارن، شنوندگان هم بتونن یادداشتی بردارن و داشته باشن. شماره رو البته در مرکز اطلاعات ایرانیان اینجا کال 118 که زیر پوشش رادیو صدا ایران هست، آزاد هست و رایگان. همه میتونین اطلاعاتی که در مورد ایشون یا کارشناسان معتبر دیگه میخواین ما در اختیارتون رایگان میگذاریم با ذکر نامشون. و همچنین میدونم که این روزهای عید یکی از روزهایی که پارتی زیاد میری. بله خب جزوشه دیگه، اصلا منتظریم که عید بشه، منتظر پارتی ها و دید و بازدید ها و اینا.
اهل شیرینی خوردن و غذا خوردن و اینا هستی یا نه؟ سبزی پلو با ماهی حتما. جزو این خانما نیستی که من لب نمیزنم و رژیمم اصلا. من عاشق غذا و به خصوص غذاهای ایرانی ها. آفرین. عاشق سبزی پلو با ماهی که همیشه سر جاشه. باقلوا. خسته شدم اینقدر مهمونی رفتیم هیچ خانومی هیچی نمیخوره. چرا؟ همه رژیم هست. واقعا چرا؟ خب چرا نمیخوری؟ هیچ کس هیچی نمیخوره، تمام غذاها رو میزه. چرا اینجوری شدم؟ یکی از عزیزانیه که عاشق یوگا، ورزشکار، خلاصه برام ازش پرسیدم چون مطمئن بودم که اهل این نیست که غذا نخوره، شیرینی نخوره. با عید مشکلی نداری پس؟ اصلا ولی حتما بدن رو بایستی در هر صورت سالم نگه داشت و انشالله که همه ما میدونیم که باید غذاهای سالم بخوریم و سالم زندگی کنیم. و یوگا یکی از کارهایی که من سالهای سال انجام میدم. 3 روز در هفته حتما کلاس یوگا میرم و تا جایی که بتونم از سر کار. دیروز اتفاقا جای شما خالی سر کار بودم و یه خورده داشتم دیر میرسیدم. این کلاینت هم گفت کجا میرین با عجله؟ گفتم کلاس یوگا. گفت خانم کاظمی همه چی سر جاشه ها. گفتم به هر حالت باید بالانس، زندگی همیشه بالانسه. فقط کار نیست، فقط شادی نیست، فقط زحمت نیست، همه چی رو باید بالانس کرد. من زندگی خدا رو شکر تا اونجایی که بتونم و قدرت داشته باشم سعی میکنم زندگی هم اجتماعی و هم شخصیمو رو بالانس نگه دارم. خب اینم به هر حال ایدیه ایشون به شما که اگر یه جورایی سعی میکنین که خیلی نروس باشین یا میدوین، امسال سعی کنین یه کمی آروم بالانس. هیچی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ اتفاقی نمیفته. این مشکلات در کنارمان اگه بچسبیممشون مشکلات ما میشن، اگر ولشون کنیم مشکلات هوا میشن. آفرین. الله فرادت بود. من بارها گفتم شانس من این بوده که دوستان خوبی دارم و همه عزیزان متخصص و خوبی که به شما معرفی میکنم یکی از انسانهای خوب شهر ما هستن. مرسی. که واقعا رفتارهای خیلی خوبی دارن و کلی در کنارشون انرژی خوب میگیرین و پر انرژی میشین و ایشون هم یکی از اونها هستن. چی میگی بابا؟ میده ایدی تو دیدم کردی بابا. از وقت کنم بشم این زیر پام نگاه کن دستت بگی. اینو جدی میگی ها؟ واقعا براش ایدی میاره. برات ایدی میانم میزنم زیر پام. یادم نره. اگه اینه که مبارک بعد ایدی بگیره، اگه پولم نداشته باشم میرم بانک پول میگیرم که برات بیارم. باورش اینه که این مبارک باید ایدی بگیره. آره حتما. بلافاصله که اومد تو استودیو گفت مبارک کجاست؟ شده جزء آدمای ما مبارک. بله. و واقعا کاشکی که با معرفت. نه خیلی خیلی ساکت و آرومه. ساکت و آرومه. حرفش زده کلی چیزی گفته امسال. چه خوب چه خوب. همین ببین لبخند میگین، ما میگیم که بهترین هدیه توی نوروز به هم بدیم، اینو هر سال میگیم و تکرارش زیباست، عشق و لبخنده. عشق و لبخند همیشه شما رو سالم نگه میداره و این چیزیه که من یاد گرفتم تو زندگی گذشت. عشق و لبخند، همدیگر رو دوست داشته باشیم. و ببینید خودش همیشه لبخند میزنه. از ته دل. واقعا خیلی خوشحالمون کردی. مرسی خانم احمدی. سال خوبی داشته باشیم. به امیدی که امسال بیشتر ببینیم انشالله. چون اطلاعات خوبی که شما بعد از این همه سال تجربه، 23 سال در دست داری، الانه که با این ریتای خوبتون الان به درد مردم میخوره. الان من در خدمتتونم انشاءالله. در دسترس هستیم که شاید بتونیم از طرف اسکوچ و بنگ برنامه تلویزیونی سوال و جواب، پرسش و پاسخ داشته باشیم و من بتونم در خدمت هموطنان عزیزم باشم. به غیر از تلفنم که در دسترس همه شماست و هر زمانی دوست داشتین به من زنگ بزنین، حتی اگه من نتونم کارتون رو انجام بدم سعی میکنم جوابتون رو بدم. در خدمت شما خواهیم بود و انشالله که بتونم برنامه پرسش و پاسخ رو بسیارم در همین امسال انجام بدیم. سپاسگزاریم. مرسی دوستان که با ما بودین و همراه ما باشین در ادامه برنامه. بسیار با تشکر. مرسی خانم احمدی. تشکر.